با درود خدمت شما و همراهان همیشگی برنامه نگاه روز. خوشحالیم که یک برنامه دیگر همراه ما هستید. در این برنامه میپردازیم به پیرامون بحران هسته‌ای حکومت. جمهوری اسلامی این هفته اعلام کرد که در راستای کاهش تعهدات برجامیش غنی‌سازی اورانیوم را در تأسیسات فردو از روز چهارشنبه آغاز کرده. این اقدام رژیم با واکنش جهانی روبرو شده. هدف جمهوری اسلامی از این کار چیه؟ برجام کجا قرار داره و کلاً بحران هسته‌ای حکومت به کجا میره؟ در همین رابطه با میهمان برنامه محمد شکویی گفتگویی خواهیم داشت. محمد شکویی، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی ممنون و سلام به شما و بینندگان عزیز. ممنون از شما. تازه ترین اخبار در رابطه با اقدام ایران به غنی‌سازی اورانیوم چیه و واکنش کشورهای مونده بر برجام بر این موضوع چیه؟ اجازه میخوام که قبلش پیشینه خصوصی در رابطه با برجام و اینکه کلا چی بوده اینو بدم. توافق برجام توافق بیان سال 1995 بین جمهوری اسلامی و پنج کشور معروف پنج بلاهای یک تصویب شد. بر اساس این توافق قرار بود جمهوری اسلامی غنی‌سازی هسته‌ای را کنار بذاره، سایت های هسته‌ایش را برای بازرسی آژانس باز بکنه. اینا متقابلا قرار بود تحریم های علیه جمهوری اسلامی را لغو بود. از یک سال پیش میشه بعد از سرکار آمدن ترامپ یک که از برجام خارج میشه و استدلالش هم بود که جمهوری اسلامی به برای فعالیت هسته‌ایش ادامه میده، در نتیجه از برجام میگیره بیرون و تحریم های جدید علیه ایران اعمال میکنه. جمهوری اسلامی در واکنش به این سیاست آمریکا اقداماتی را در دستورش خودش مقابل به مصر با سیاست های آمریکا در برجام میده. به همین رابطه تا به حال چندین مرحله جمهوری اسلامی اقداماتی را برای به گام های چهارگانه به دستورش گذاشته که آخرین اونها که همین دو صورت پیش اعلام شده در رابطه با آغاز غنی‌سازی تو تصویب هسته‌ای فردا هستش که اعلام کرده از اونجایی که آمریکا و کشورهای غرب به توافق پایبند نیستند، اینا ما به تعهداتمون رو به حساب به کاهش میدیم و غنی‌سازی رو شروع میکنیم. این هستش که جمهوری اسلامی اقدام به این کار کرده و این کار با واکنش کشورهای غربی به ویژه کشورهای باقی مانده در برجام شده مفهوم کردن حرکت جمهوری اسلامی رو و فعلا وضعیت در این حالتی هستش که اشاره کرد. اهداف جمهوری اسلامی از کاهش تعهدات هسته‌ایش چیه؟ اهدافی که جمهوری اسلامی به ویژه تو این چند سال گذشته تو دو مرحله میشه بهش اشاره کرد. مرحله اول مرحله توافق هسته‌ای بود، سال 95 بود. جمهوری اسلامی انتخابات داشت، وعده های برجامی که روحانی میداده که به حال برجام میشه رابطه تعامل با جهان شروع میکنه، موضوع اقتصادی بهتر میشه. اینا تو اون دوره به حال تا یه حدی دلشون خوش کرده بودن برای این و حال یه دو سه سال چه مت از این سال پیش به این بر اوضاع عوض شروع تو سوال اول هم اشاره کردن که به حال وضعیت برجام جمهوری اسلامی برجام عملا برده، عملا شکست خورده. این سیاست موضوعی که هم خود جمهوری اسلامی و طرف های درگیر چیز میکنه، منطقه علارغم این جمهوری اسلامی هنوز ناامید نشده از توافق هست. اینکه اهدافش به طور مشخص یک، جمهوری اسلامی میخواد که تحریم ها فشار زیادی به اقتصادشون، اقتصاد جمهوری اسلامی زمینگیر شده، تحرکات منطقه جمهوری اسلامی با موانع بسیار جدی از طرف آمریکا و غرب شروع شده. جمهوری اسلامی تلاش داره که به حساب یکی از اهداف مهمش اینه که فشار بیاره به غرب که بتونه امتیازاتی رو بگیره. این فشارها تو مراحل مختلفی اشکال مختلفی به خودش گرفته. برای مثال چند ماه پیش قضیه بستن تنگه هرمز جلوگیری از رفت آمد نفتکشان مطرح کرد و بخشن فعالیت‌های تروریستی و حمله به تأسیسات نفتی عربستان مزمی، اینا کارهایی بود که همه اینا تو این جهت که جمهوری اسلامی بخواد فشار وارد کنه به غرب که امتیازاتی رو بگیره که تا به حال موفق نشده. به حال یک از اهداف اصلیش این هستش. برجام تا امروز چه چیزی برای حکومت آورده و با این کار حکومت سرنوشت برجام چی میشه؟ اینم باز توی دو مرحله. در مرحله اول که این توافق به دست اومد، جمهوری اسلامی تونست به حال بین 7 تا 9 میلیارد دلار داراییش که تو غرب چیز بود مسدود شده بود آزاد بشه که به حال صرف لپ لیست و دو مجموعه چیزهای خود جمهوری اسلامی شده. این تنها چیزی که این جمهوری اسلامی اومده و توی این فاصله گذشته، یعنی حالت انتظار و اینایی که در پیش گرفته بود، اینا که به این امید که با توافق کشورهای با همکاری کشورهای اروپایی میتونن قضیه مبادلات تجاری یا اون چیزی که اسم اینستانس معروف هستش به وجود بیارن که مبادلاتش به حساب چیز بشه با غرب ادامه پیدا بکنه، اینا منتها همه اینا گذرا بود. الان
به طور واقعی جمهوری اسلامی چیزی از برجام دستگیرش نشده و همه طرف‌های درگیر می‌بینن که برجام برده و اینا، و حال سرنوشت برجام این که چه خواهد شد اینا بستگی به این داره که جمهوری اسلامی چه اندازه بخواد عقب نشینی بکنه و چه اندازه بخواد از خواستهایی که بخش غرب، آمریکا، کشورهای پنج به علاوه یک ازش میخوان و حال اونا رو عملی بکنه. این خواستها اینا هستن: یک، توقف غنی سازی، اجازه بازرسی و مهمتر از همه بحث توقف فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی و تصویب لایحه مبارزه با پوشیه یا لایحه مبارزه با کمک مالی به تروریسم. جمهوری اسلامی به این مسئله تن نمیره و غرب این مسئله توافق و ادامه برجام گفتگوهاش به حال به این مسئله گره زده که این هم یه مسئله هویتی هستش برای جمهوری اسلامی. من شخصا تا آینده خوبی برای برجام نمی‌بینم. برجام شکست خورده و به جایی نخواهد رسید. آیا چیزی نصیب مردم ایران در ماجرای برجام شده و کلن نگاه مردم به وعده های برجامی روحانی چطور است؟ تا اونجایی که به این 4 سال گذشته برمیگره چیزی نصیب برجام نشده. حکومت سعی کرد با تبلیغات وسیعی که حول برجامی که توافق هسته‌ای شد و تحریم ها لغو میشه و مبادلات تجاری با جهان آزادتر میشه، نفت بیشتر صادر میکنیم، در نتیجه سرمایه ها میان توی چیز، سرمایه گذاری ها میره بالا، میره رشد اقتصادی میاد، حساب بیکاری کم میشه، همه اینا امروز، یعنی از حداقل از 2 سال پیش به این برای مردم معلوم شده که هیچ خبری در کار نیست. اگر بهبودی بوده توی برجام، همون قضیه دریافت 7-9 میلیارد دلاری بودی که به صرف الکتریس های حکومت شده، به حال برای مردم هیچی نشده. وعده هایی هم که دولت روحانی سر برجام داره پیش مردم تشییع ارزش نداره. مردم هم اینو میدونن که به حال این وعده ها وعده هایی بوده برای انتخاباتی که 2 سال پیش داشتن اینا و کلا در حالت انتظار نگاه داشتن مردم. و مردم به این نکته هم پی بردن که وضعیتشون، وضعیت اقتصادشون، گذرانشون، معیشتشون، امنیتشون، مجموعه اوضاعی که توی ایران هستش با برجام و بدون برجام فرقی نکرده. برجام فرصتی برای جمهوری اسلامی که یه بار دیگه خودش به اصطلاح جمع جور بکنه که اونم موفق نشده. در حال مردم هیچ امیدی به برجام و اگر بر طرز حتی شکل بگیره و به توافقاتی هم برسن که احتمالش خیلی ضعیفه ندارن. در نتیجه جمهوری اسلامی تنها کاری که مردم میتونن بکنن اینا، کاری که همیشه میتونن، مثلا اعتراض و مبارزه علیه جمهوری اسلامی، سیاستش با برجام یا برجام، جمهوری اسلامی وضعیتش خرابه و تنها راه برون رفت از این وضعیت به زیر کشیدن خود جمهوری اسلامی که خودش عامل و بانی تمام مشقات مصاحبه مردم ایران. محمد شکویی، سپاسگزاریم از پاسخگوییتون در برنامه امروز. متشکرم. عزیزان، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های نگاه روز رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. به همراه همکارم پوریا اطاعت‌پسند اوقاتی خوش را برایتان آرزومندیم.